دادگاه رسیدگی به اتهامات ماهان صدرات مرنی متهم به محاربه برگزار شد. روز 12 آبان جلسه رسیدگی به اتهامات ماهان صدرات که به جرم شرکت در اعتراضات در تهران بازداشت شده بود، در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در واقع در بیدادگاه انقلاب تهران که احکام صادره در اون چیزی به غیر از فساد فعل ارز یا محاربه نیست. اتهامات ماهان صدرات هم تو این جلسه محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم، آتش زدن موتورسیکلت و تخریب گوشی شاکی خصوصی عنوان شده. شاکی خصوصی که به گفته قاضی پرونده یک فرد ساده‌ای بوده که در یک شرکت خصوصی کار می‌کرده و هیچ ارتباطی با دولت نداشته. چه عاملی باعث شد بیای و مسیر یک دو نفری که نه نیروی نظامیان نه نیروی انتظامیان، یا آدمای ساده‌ای که کار آزادم دارن، شرکت خصوصی داره کار می‌کنه، این آدم رو بدون شناخت قبلی با دوستات راش رو ببندی و باهاشون درگیر بشی؟ کارمند ساده محمد رضا قنبرطلب، یکی از شاکیان این پرونده، متولد سال 1370، مدیرعامل در امور مجلس، مشاور رئیس و عضو شورای راهبردی شورای عالی استانها، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مؤسسه مبشران نور و رئیس اتحادیه قرآنی کشور. همچنین این کارمند ساده در سال 1399 با حکم احسان قاضیزاده هاشمی، برادر امیرحسین قاضیزاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، به سمت مشاور فراکسیون محرومیت زدائی و گروه‌های جهادی در شهرستان‌های استان تهران منصوب شد. محمد رضا قنبرطلب کارمند ساده‌ای که به گفته خودش در دادگاه در یک شرکت خصوصی کار می‌کنه و هر روز صبح با موتورش که تنها وسیله نقلیه‌اش بوده سر کار رفته و رأس ساعت 4 بعد از ظهر از شرکت خارج میشه. دیگر شاکی این پرونده آخوند مجتبی تختی پور که در دادگاه بدون لباس کار ظاهر شد. آخوند تختی پور سرپرست اداره فهما در شهر تهران که مسئولیت اصلیشون احیا کردن جایگاه فرهنگی مسجد در بین قشر متدینه که به خاطرش کلی بودجه هم از دولت دریافت میکنند. افشاری قاضی این پرونده است که به خاطر صدور حکمای بیرحمانه شهرت داره. قاضی افشاری همون قاضی بوده که برای سبا کردافشاری به خاطر گفتن نه به حجاب اجباری حکم 24 سال زندان صادر کرد. وکیل مدافع ماهان صدرات هم از بین وکلای تبصره 48 آیین دادرسی کیفری انتخاب شده. به این معنی که متهم حق انتخاب وکیل رو داره، اما تنها از لیست وکلای منتخب و تایید شده از طرف رئیس معلوم الحال قوه قضاییه محسنی اژه‌ای. حالا این گروه جنایتکار، فاسد و کلاهبردار در جایگاه قاضی و شاکی برای شخصی که به خاطر رسیدن به حق آزادی و کرامت انسانی مجرم شناخته شده، حکم صادر می‌کنند. احکامی که تنها شامل حال مردم آزادی خواه میشه، نه مفسدان و جنایتکاران واقعی.